به نام نامی حی سبحان پروردگار جان و جهان. عزیزان سلام، عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان بیننده و امیدوار هستم که سعدمند باشین. سعدمندی همه شما خانواده های عزیز را از خدای بزرگ خواهان هستم. بیاییم مهربان باشیم و این مهربانی را به همه اعضای خانواده خود ما هدیه کنیم. خداوند عاشق مهربانی هست و مهربانی را دوست داره. همه ما متولد شدیم برای این که فقط عمر نکنیم، بلکه ما موجودات زنده فقط برای عمر کردن زندگی نمی کنیم، بلکه برای رشد کردن زندگی می کنیم. رشد کردن هدف والای انسانیت هست، هدفی است که انسان را به اوج کمالات انسانی می رسانم. پس بیاییم به دنبال رشد باشیم، به دنبال آگاهی ها باشیم و برنامه روشنا هم تقدیم شما عزیزان میشه به خاطر همین موضوع، به خاطر آگاهی دادن هایی برای زندگی و انشالله که یک زندگی پر از خوبی ها، خوشی ها و موفقیت ها را برای همه شما عزیزان آرزومند هستیم. همراه ما باشین روز سه‌شنبه دیگه و خانم دکتر رضایی عزیز که در استودیو هستن. سلام خانم رضایی، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم محضر شما و همینطور هم بینندگان محترم و عزیزی که در این لحظات و ثانیه ها در خدمت اونها هستیم. امیدوارم که انشاءالله گفتگوهایی که در این روزها و همه ایام و هفته در برنامه روشنا صورت میگیره مفید فایده باشه و انشاءالله برای عزیزان ما دریچه‌ای باشه به سوی هم بر اساس همون نامی برنامه به سوی روشنایی، به سوی امید، باور به این که انشاءالله ما نعمتی خدا به ما داده که همون نعمت حیات و زندگی است و او تحفه‌ای که ما به حضرت سبحان میدیم، خوب زیستن، زندگی کردن و به سوی رستگاری قدم برداشتن، هدیه‌ای باشه که ما به حضرت حق انشاءالله عنایت کنیم و این رو تقدیم ساحت پروردگار کنیم که خدایا لطف و بزرگی و نعمت حیاتی رو که به ما دادی به بهترین شکل از او استفاده کردیم و نهایت بهره‌مندی رو از او داشتیم انشاءالله. بله، تشکر. بهتر زیستن در حقیقت همو رشد متعالی هست، همو تجلی کمالات انسانی هست و انشالله که ما بتانیم بر رشد و تجلی کمالات انسانی در وجود خود ما تلاش کنیم و کوشش کنیم و یک نوع مهارت هست و یک نوع وظیفه همه ما و شما عزیزان هست. ما در روزهای سه‌شنبه در رابطه با تجلی کمالات انسانی در قیام امام حسین علیه السلام صحبت‌هایی را آغاز کردیم و موارد بسیار خوبی را هم عنوان کردیم. انتخاب، مدیریت در سختی‌ها و خوشی‌ها، ادب و عزتمندی. شما عزیزانی که بیننده برنامه بودین از هفته‌های قبل حتماً این موضوعات را همراه ما بودین و همراهی کردین و متوجه بودین و امروز هم میخوایم نسبت به یک موضوع بسیار بسیار مهم در زندگی با شما عزیزان صحبت کنیم که خودش یک نوع تجلی کمالات انسانی هست. نمیفهم که شما عزیزان بیننده در زندگی خودتان افرادی را داشتین در زندگی که فداکار بودن؟ حتما میگین بله، ما فداکاران زیادی در زندگی خود ما داشتیم. پدر خودش یک نوع انسانی هست که فداکارترین در خانواده هست. مادر، اینها افراد فداکاری هستند که از وجود خودشان گذشتن و فداکاری های زیادی کردن. افراد فداکار زیادی هم در زندگی های ما وجود داشتن و ما با اونها مواجه بودیم و ما بیاییم بپردازیم که آیا فداکاری و از خودگذشتگی خودش میتونه یک نوع تجلی در کمالات انسانی باشه؟ یعنی پس همراه ما باشین. حالا به رضایی عزیز میخواییم در رابطه با فداکاری و از خودگذشتگی صحبت کنیم، با وجودی که مقدمه هم گفتم بعد از نان بیننده که ما میخواییم در رابطه با تجلی کمالات انسانی در قیام امام حسین صحبت‌هایی داشته باشیم، صحبت‌هایی کردیم با عزیزان، مواردی را عنوان کردیم. بله. و امروز می‌خوایم در رابطه فداکاری و از خودگذشتگی صحبت کنیم. بله، بسیار تشکر از شما. همطور که عزیزان ما در جریان برنامه هستن و مقدمه مناسب و بسیار خوبی که توضیح ماجرا و مبحثی که ما در خدمت دوستان هستیم دادیم، بله ما
در سلسله برنامه‌هایی که در ماه محرم و سفر انشالله تا پایان ماه سفر در خدمت دوستان خواهیم بود، بحث ایست که یک سری از کمالات انسانی، یک سری از خصلت‌ها و ارزش‌های و فضایل انسانی را با بهره‌گیری از قیام عاشورا و نهضت امام حسین انشالله اونا رو مورد بحث قرار بدیم، و از طرف دیگه به جوانان، به نوجوانان، به همه اقشار جامعه، زنان و مردان خودمان این را بگیم که، و یا به عبارتی می شود گفت، دقت بیشتری ایجاد بکنیم. من بر این که من به عنوان یک شیعه، به عنوان یک پیرو و به عنوان محب اهل بیت، کسی که خودم را پیرو و امام حسین و نهضت حسینی می دانم، چه قسم و به چه شکلی می توانم از این کمالات بهره گیری کنم و اونا رو وارد زندگی خودم کنیم. یعنی به عبارتی من در کنار شور حسینی، عزاداری برپا کردن مراسم عزا، شرکت کردن در مصیبت امام حسین و حال و هوای محرم و به عبارتی بزرگ داشته ایام عزاداری، در کنار او به شعور حسینی هم برسم و با نگاه و تأسی و الگوبرداری از سیره امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران و بزرگوارش بتوانم زندگی خودم را، خط و مشی زندگی خودم را و مسیر زندگی خودم را به عبارتی به سمت حسین علیه السلام رهنمون کنم. خب ما همطور که شما فرمودید چندین موارد رو اشاره کردیم و انشالله امروز در مبحث امروز به بحث ایثار و فداکاری میرسیم. خب فداکاری، یا ساده تر اگر که به اصطلاح عربی شه بخوایم استفاده بکنیم، ایثار دیگری را بر خود مقدم داشتن یا مصلحت دیگری را بر خود مقدم داشتن تا جایی که حتی اگر او مقدم داشتن به صرف جان و مال، یعنی ما به اصطلاح نیازمند چیزی باشم ولی با وجود نیاز خودم او را به دیگری ببخشم، درست، و حتما خرج بشود، صرف بشود، گذر بگذرم از او، از خود بگذرم. بله، حالا یا در ابتدا ممکنه که بعضی ها احساس کنن که خب خیلی قدرت بالای شخصیتی میخواد، خیلی انسان های خاصی میخواد، مثلا هر کسی این توان و این ذهنیت و این باور و ارزش رو نداره که مثلا جان خودش را فدا کنه، کمون که ما در قرآن داریم که توصیف شده است که آیه میدانین عزیزان ما در شأن نزول آیه در مورد مولای متقیان امیر مومنان علی بن ابی طالب هست و برمیگرده به شب لیلة المبیت، یا به لیلة المبیت، به شبی که حضرت به جای پیغمبر زمانی که نقشه کشیده بودن برای این که پیغمبر رو به اصطلاح به عنوان امروزی ها ترور کنن، بعد خدا به پیغمبر اطلاعات رو میده و بعد حضرت علی جای خودش را با وجودی که میدانه همه آمادگی گرفتن از قبایل مختلف که امشب حمله کنن و هجوم بیارن به خانه پیغمبر و قصد کشتن حضرت، حضرت جای پیغمبر میخوابن و بعد در آیه میفرماید و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، و از مردم گروهی هستند که جان خودشان را اشترا میبخشن، معامله میکنن، میگذرن به خاطر چی؟ به خاطر رسیدن به مرضای خدا، مرضات الله، به خاطر رسیدن به رضایت الهی. لذا نکته مهم در بحث ایثار است که این بذل جان، دیگری را بر خود مقدم داشتن، به خاطر دیگری فداکاری کردن، منفعت دیگری را بر منفعت خود مقدم داشتن، به خاطر چیست؟ قبل از اینکه بگم نیتش چیه، هدفش چیه، چرا اصلا این کار میکنه، به خاطر چی سوال مطرح میشه؟ ببینید خانم زوری، خب همه ما، یعنی حتی گاهی وقتایی بس انتقادی که مطرح میشه، حتی میدانن عزیزان ما که در شبهاتی که نسبت به خود واقعی عاشورا هم مطرح هست، گفته میشود که آیا امام حسین نمیدانسته است که سفری که دارد میرد، حرکتی که دارد میکند، قطعا منجر به شکست خواهد شد به لحاظ زادی ظاهری و مادی؟ خب اگر میدانسته چرا با دست خود مثلا به مهلک انداخته؟ و حال اینکه ما در قرآن داریم ولا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، نهی صریح آیه قرآنه که نیندازید خودتان رو با دست خودتان وارد به عبارت به مهلک نندازید، به هلاکت نرسانید، باعث نشید که. خب ببینید این صحبت اینجاست که در ادامه همون بحثی که گفتم که ما چرا، حالا در آیه هم اشاره و من الناس من یشری نفسه ابتقاء، چرا ابتقاء مرضات الله، برای رسیدن به رضای الهی. نکته مهمی که در بحث ایثار و فداکاری باید حتما مد نظر قرار بگیره که باز خلط مبحث هم نشه، اصلا ما به کی میگیم شهید؟ اویی که کجا کشته شه، در چه راهی کشته بشه، برای چه هدفی کشته بشه، من مالم را که بخشش میکنم، از مالم میگذرم، به چه دلیلی، با چه نیتی، با چه انگیزه، برای چی، برای رسیدن به چه هدفی، که بعد میشود تعیین کرد که آیا این بخشش مال، بخشش جان، تو گذر از عمر، که حالا میرسیم که ایثار معنی گسترده‌ای داره، فداکاری کردن فقط این نیست که پول بدی یا فقط این نیست که جانته، به عبارتی در طبقه خلاص فداکاری انواع مختلفی داره، درجات مختلفی داره ایثار و فداکاری. ولی خب
خب قبلش به خاطری که پاسخی به اون سوال هم باشه درست. که بعضی ها ممکن انتقاد کنن که خب یعنی چی خدا به من جان داده، بالاترین نعمتی که داده، نعمت حیات داده و من از و بعد من موظف کرده است که از جان خودتون مراقبت کنید. مادر برمان یک امانت در دست شما هست، برمان یک امانته و تصریح شده در قواعد فقهی ما که لا ضرر و لا ضرار، اصلا ما قاعده ضرار داریم که اصلا نه کسی حق داری به کسی ضرر بزنی و نه اینکه حق داری که اجازه بدی دیگران به تو ضرر بزنن، که همون که بسیاری از حرام های الهی وقتی تحقیقی در اونها میشه میگن این ضرر داره، خوردن فلان چیز به بدن ضرر میرسونه، فلان رفتار رو انجام دادن برای بدن مضر است، برعکس این فلان کار رو این قسم انجام دادن مفیده و استفاده ای داره. بنابراین سوالی که مطرح میشه این که چرا، یعنی چه زمانی من میتونم بگم که عیسی وفادار کاری محقق شده که بدانم چرا داره این کارو میکنه. خب میرسیم اگر که ما به عبارتی گذر کنیم از این واژه، از معنای واژه و به عبارتی این که ما به چی میگیم ایثار و ایثار چه مراحل و چه به عبارتی تقسیم بندی داره که همون که اشاره کردیم، یک بار دیگه میگم این است که ایثار در جان باشد، ایثار در مال باشد، ولی ایثار به معنای ساده یعنی گذر از خود. حالا یک وقتی هست خانم ظهوری من گذر از خود، من وارد یک جمعی میشم، مثلا من مربی یک صنف هستم، زیر دستم 12 تا 13 تا 14 تا 15 تا کمتر یا بیشتر طفل هستن. بله. من امروز بسیار از خانه مثلا غمگینم، ناراحتم. به هر دلیلی مشکلی در خانه پیش آمده. ایثار یعنی این که من وقتی که کما اینکه وظیفه‌م هم هست به عنوان مربی، ولی خب ببینید من به عنوان انسان بودن وقتی غمی در دل نشسته خواهی نخواهی غم باعث میشه حرکت صورت تون صدای رفتار و برخورد تغییر کنه. ایثار یعنی که ببینید من بگم که خب من الان امروز به هر حال نمیتونم بگیم که وقتی غمی داشت اصلا ناراحت نشو، که خب انسانیت من زیر سوال میره، من هیجانی بر من غالب اومده، هیجان غم، هیجان خشم، ولی ایثار یعنی که ببینید من دارم وارد صنف میشم، وارد مثلا به عبارتی مجموعه میشم و این آدمهایی که نشستن به خاطر ما اومدن و من روی اونها تاثیر میگذارم. حالا بگم که من با همه فشاری که الان روی ذهنم هست، قلبم داره فشرده میشه، این همه ناراحتی، این همه غمی که دارم، به خاطر اینها از خودم میگذارم. بله. به محصی که وارد میشون فراموش میکنم که ما آدمی هستم که یک ساعت پیش دوچار یک سانه خیلی خودش یک نوع ایثار هست، این خودش یک نوع ایثاره. حالا زهی بریم میان برنامه ببینیم، در ادامه بعد از میان برنامه به مثالی که گفتیم بیشتر میپردازیم، صحبت های زیاد و مثال های بیشتری رو تقدیم عزیزان خواهیم کرد. همراهی کنین برنامه روشنا را بعد از یک وقفه. خانم مادام از دانشمندان انگلیسی میگوید بزرگترین دلیل بر اثبات مظلومیت امام حسین مسلمانان قربانی شدن کودک شیرخواره اش بود که در هیچ تاریخی سابقه ندارد و با همین نیروی مظلومیت بساط خاندان بنی امیه را برچید و آنان را رسوای عالم ساخت. با برنامه روشنا همراه هستین شما خانواده‌های محترم، شما مادرها و پدرهای عزیزی که هر روز یک برنامه ریزی بسیار دقیق دارین و بیننده برنامه روشنا هستین. خوشحال هستیم که همراهی میکنین شما و ما هم همراه شما هستیم با موضوع تجلی کمالات انسانی در قیام امام حسین علیه السلام، با موضوع فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی با شما عزیزان گفتگو میکنیم و همراه با خواهر هومه خانم رضایی عزیز هستیم در استودیو و ادامه صحبت و مثال بسیار زیبایی را که در آخرین لحظات قبل از اینکه میان برنامه بریم شما عنوان کردیم و بله. گفتین که هر انسانی در زندگی یک مشکلات داره، ولی نیازی هست که از خودگذشتگی داشته باشه، ایثار داشته باشه و به مسئولیت‌هایی که داره یا اون مسئولیت‌های خودش را به خوبی انجام بده و تحت تاثیر سایر مشکلات و رفتارها نباشه. این خودش یک نوع ایثار میشه. درست. خب ضمن تایید صحبت‌های شما، حالا من مباحث رو که مطرح کردم ممکنه ببینید خانم ظهوری و عزیزان ما می‌دونیم که در جامعه به هر حال اقشار مختلفی، بینندگان عزیزی که در این برنامه رو دارن میبینن، ممکنه برای جوانهای ما، برای نوجوانهای ما یا حتی برای مادران و خواهران و همه عزیزانی که این لحظه بیننده برنامه هستن سوال پیش بیاد که خب ما از یک طرفی حالا مثلا خصوصا در بحث
رشته ایم و تخصص ما. ما در روانشناسی بحثی مطرح میکنیم مبنی بر این که حالا همون که همطور که اشاره کردم در بحث‌های دینی هم داریم، در بحث‌های اعتقادی هم داریم، که من موظف هستم به اینکه مراقب خودم باشم، محافظت از جان، محافظت از سلامتی، مراقبت از او وظیفه ماست و من دیگری هیچگاه دیگری برام ترجیح نداره. هر کسی باید به اصطلاح ولا تزر وازرتن، آیا قرآن داریم ولا تزر وازرتن وزر اخرى، سنگینی بار هیچ کسی روی که روی دوش دیگری نیست. خب حالا چرا ما باید به خاطر دیگری از خودم بگذرم؟ او خودش مثلا خدا به او توان داد، در حد توانش هم از او تکلیف به عبارتی تکلیف کرده به او، از او خواهد پرسید دیگه چرا ما باید خودم فدای دیگری کنم؟ خدا به هم عقل داده، پیامبر درون داده و از طرف شریعتی هم هست توسط پیامبر بیرونی، همه میتوانن خودشون رو هر کسی دنبالش باشه. اینا حدا اینا وسبیل ما راه رو نشون میدیم، خدا راه رو نشون داده، هر کسی مسیر خودشه بره. کما که در روانشناسی هم عنصر اساسی که بیشتر در روانشناسی فردی، حالا خصوصا با نگرش غربی و نگرش مدرن، نیست که محور ما هستم و ما باید همه تلاشا رو بکنم برای رشد خودم، برای پیشرفت خودم، برای توسعه خودم، برای بهره مندی بیشتر از خودم. خب بعد ممکنه که جوان ما به ذهنش برسه که خب من چه ضرورتی داره اصلا، چرا باید این کارو بکنم، چه دلیلی داره که من مثلا به اون مثال دیگری رو به خود ترجیح بدم، حالا که وظیفه ایم ایست که مراقب خودم باشم. خب یک مثالی از خود به عبارتی چارچوب روانشناسی، ما رویکردهای مختلفی در نظریه های شخصیت داریم در روانشناسی شخصیت. یکی از رویکردها رویکرد نیازه و نظریه بسیار مطرحی دارن که احتمالاً عزیزان بیننده ما، خصوصا جوانان عزیز ما اگر که اهل مطالعه باشن، ابراهام مزلو یک نظریه پرداز غربی است که چهارچوب نظریه او همطور که عزیزان اگر دیده باشن یک مثلث یا به اصطلاح یک هرمی است، معروف هرم نیازهای مزلو. و مزلو در او چهارچوب شخصیت رو این قسم تقریبا طبقه بندی میکنه، از طبقات پایین پایین تا نوک هرم قسمت بالا. اولین طبقه نیازهای زیستی است، میگه دلیلی که، یعنی او چیزی که من در قسمت اول به ذات و ماهیت شخصیت من این است که آیا نیازهای ابتدایی من مثل خوراک، بله، مثل پوشاک، آه، مثل مسکن و مثل متاسفانه در رده بالا بعد میشه امنیت، احترام، توجه، بله، عشق، پله به پله میره بالا. مزلو اعتقادش ایست که ما در حال گذر از این پله ها و رسیدن به نوک هرم هستیم، مادامی که ببینید من زمانی که از نیازهای اولیه بگذرم وارد مرحله دوم میشم، یعنی نیازهای زیستی و بیولوژیکیم اگر که به عبارتی در وجود من اشباع بشه از اینها رد میشم. یک وقتی هم هست میبینیم که خب مثلا در یک جامعه فقیری، درست، مثال میزنم، یک مثال خیلی عادی، مثل جامعه هند، مثل جامعه کشور هند که میدونید هم البته هند یک کشور در حال توسعه بسیار پیشرفته است در آسیا، ولی به هر حال در کنار او بله نظام طبقاتی بسیار خوب. ببینید وقتی کسی مثل مهاتما گاندی به عبارتی به عنوان رهبر هند، رهبر هند وارد در عرصه همون بحث فداکاری و ایثار و از خود گذشتگی، بحث انقلاب که پیش میآید و از زیر به عبارتی یوغ استثمار و استعمار بریتانیای کبیر یا کمپانی هند شرقی خارج شدن، از همون اقشار پایین. و جالب اینجاست که به یک باره این پله ها رو آدم ها طی میکنن، آدم های گرسنه و تشنه و بی خانمان، بله، از اون نیاز خودشون به یک باره بر اساس حالت عادی مزلو میگه پله به پله، قدم به قدم شما نیاز اولی رو طی میکنید، بعد به دومی، دومی که در شما اشباع شد، سومی تا نوک هرم. مزلو مفهومی است به عنوان خودشکوفایی و بسیار تعبیر زیبایی داره. و مزلو ادعایش است که در بین آدم ها درصد بسیار بسیار جامعه به نوک هرم میرسن، یعنی به اونجا. ولی نکته جالبش ایست که خانم زوری، این حرکت به نوک هرم رسیدن قطعا نیاز به پله به پله داشتن نیست، کما اینکه ما در تاریخ بسیاری از ملت ها و از جمله در تاریخ انبیا و پیامبران الهی، به خصوص در تاریخ تشیع، بله، و در اوج او در تاریخ نهضت قیام عاشورا، ما اینو به یک بار اتفاق افتاده که فردی با وجودی که در نیازهای ابتدایی خودش مانده بوده، در اوج تشنگی، بله، و در اوج گرسنگی، به یک بار از پله اول رسیده است به او پله خودشکوفایی. چرا؟ یکی از ویژگی های افراد خودشکوفایی است که به یک تجلی و یک تکامل درونی میرسند، بله، که او تکامل درونی به اونها این اجازه را میده که از خود بگذرن، یعنی منفعت دیگران رو، صلاح دیگران رو، رشد و توسعه دیگران رو، حتی به اون جایی برسه که خود رو برای منفعت و برای رشد و برای توسعه دیگران فنا کنن و از خود به عبارتی بگذرن. بنابراین که یک انسان به اون مرحله میرسه، این یک نوع حرکت درونی است، یک تعالی است، کماله، پله به پله و قدم به قدم گام برداشتن. ببینید و زمانی این طبیعتا این حرکت باید در درون اتفاق بیفته خانم زوری، یعنی قسمی نیست که بگیم مثلا در 13 سالگی شما در مرحله اولید، وقتی وارد 17 سالگی شدی وارد مرحله دوم، نه، ای چه بسا کودکی ممکن است در 11 سالگی به اوج خودشکوفایی برسد که یک آدم 80 ساله هنوز نرسیده است. پس این هدف
معلوم هست، یعنی هدفش مقدس است. بله، حالا ما در همین بحث خیلی معلوم و دقیق و مشخص داره که برای رسیدن به او بله. دیگه اون مراحل براش مهم نیست. چه اتفاقی میفته در همین فرایند؟ مازلو اشاره میکنه، میگه فرایند چهار تا عامل داریم که این چهار تا عامل بس این که حرکت‌ها چگونه اتفاق میفته، یا عقیده است، یا عادت، یا علاقه است، یا اناده. عقیده، عادت، علاقه و عناد. اولین و مهمترین چیزی که مرا به او سر حد خود شکوفایی میرساند باورهای ماست، عقیده ماست، شناختی بر اساس یک باور بسیار بسیار مستحکم. کدوم شناخت؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. من به خودم فکر میکنم، میگم من در این دنیا چقدر مگه میتونم بخورم؟ در هر وعده غذایی چه چیزی میتونم بخورم؟ حالا هر چقدرم که او مثلا به خودم یک احساس برداشت به همون بحث شناخت و باوره، میگه من مثلا قرار است که چقدر بهره مندی از مثلا خوشمزه ترین و بسیار گران ترین و شیک ترین غذاها رو که بخورم باز در یک حد محدودی میتونم. ولی نهایتا در طول عمرم در مثلا فرض میگیریم که من 90 سال زندگی میکنم، اگه شما متاسفانه امید به زندگی در کشورم بسیار کمتر خواهد بود، متاسفانه در یک کم پای بالاتر از 40 است با کمال تاسف، ولی به هر حال به فرض که من 90 سال زندگی کنم، خب بعد این 90 سالگی اگر تمام هم مقام فقط خورد و خوراکم باشه، مثلا مسکنم باشه، کجا زندگی کنم، خانه‌ام کلان‌تر باشه، بالاخره بعدی تمام میشه. ولی این آیه قرآن اشاره میکند که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اول اینکه زندن، چند میخوای زندگی کنی؟ 90 سال، 100 سال؟ نه، آنهایی که در راه خدا کشته میشوند بله. اولا زندند بله. پس نمیمیرند، روزی میخوان. آفرین. و دوم، دنبال چه روزی میگردی؟ تو تلاش میکنی که به چی برسی؟ به کدام خانه لوکس برسی؟ به کدام مقام و جایگاه و میز و چوکی بله. و متر؟ اونها کسانی هستن که اصلا وقتی میگیم یرزقون، فقط رزق مادی نیستی که، فقط خورد، همه روزی های، یعنی ارتزاق اونها، همه به عبارتی نیازهای اونها در عالم باقی در سر سفره خانه الهی توسط خدا اندرب به هم یرزقون، یعنی در نزد خدا، نزد خدا روزی میخورن. پس ببینید این باوری که در من وجود داره به من میگه میتوانی و یحبون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میتوانی یک به عبارتی توته نان را خودت بخوری و بعد به عبارتی همون نیازهای اولیه رو مطرح کنی، یا مثلا نیاز به غذا، میتونی او را برای خاطر رضای خدا، چون آمده در میزنه میگه بدید برای خاطر رضای خدا، خاطر رضای خدا، یعنی همون هدف مقدس. میتونی این توته نان را ببخشی، در به یک جایگاهی برسی که باز لطف خداوند سبحان در حق تو انقدر بالا باشه که طعام بهشتی. و ببینید شأن نزول سوره هل اتی یا سوره انسان هم به تفاسیر اهل سنت و هم تفاسیر شیعه مستدل آمده که اید شأن حضرت زهرا علی ابن ابی طالب و حسن به عبارتی است. خب ببینید یعنی بستگی داره شما کجا نگاه میکنید، افق دید شما، چرایی هر حرکت شما، هر عمل شما به چه دلیلی انجام میشه. اگر میگیم که خب من یک وقتی هست، ببینید مثلا علاقه یک عامل دیگه برای فداکاری که بین همگی ما هست، به خاطر خواهرم، به خاطر مادرم، به خاطر فرزندم چیکار میکنم؟ حضور فداکاری میکنم. حالا همین مثالی که شما بیان کردید، مثلا یک جوان سوال پیش میاد برش که خب خداوند به من گفته که اول خودت رسیدگی کن به خواسته هایت، به نیازها، خب من چرا فداکاری کنم؟ حالا یک پدر، یک خانواده، یک مادر خانواده اگر ما فکر کنیم، خب درست است که یک مادر و پدر خب حس فداکاری از خودگذشتگی بیش از حد دارن، ولی آیا میتونه این رو بگه که به من چی؟ من چرا فداکاری کنم؟ من چرا به خاطر اولادا، به خاطر خانواده برم مثلا کار کنم، زحمت بکشم، تلاش کنم که به خاطری که خانواده من آسایش باشه؟ خب این خودش یک نوع فداکاری میشه، یک مادر. بله. خب اینا این وظیفه و احساس مسئولیت هست یا همون هدف مقدس و اوج رسیدن به کمال انسانی است؟ این جزء خصلت ها و خصوصیات ذاتی و فطری ما نیست. مثلا ما حب به نفس همه داریم، حس منفعت طلبی رو همه داریم، ولی فداکاری رو همه نداریم. در مورد عین هم سوالی که شما میفهمید، در مورد پدر و مادرها، متاسفانه هم زوری میدانید که الان در جوامع غربی یکی از مشکلات و چالش های خیلی خیلی جدی عدم توالی به ازدواج است. به خاطر چی؟ چون ازدواج تعهد میآفریند و این تعهد مسئولیت ایجاد میکنه و لازم به فداکاری است. کما که ما در قوانین اسلامی، در بحث قوانین یک بحث است، در اخلاق اسلامی بارها و بارها هم در مورد هم زن و هم در مورد شوهر تأکید و توصیه شده به چی؟ به گذشت، به ایثار، به فداکاری، به تحمل، به صبر، به حوصله، به کنار آمدن، به قناعت کردن و الی آخر. خب نکته اینجاست که ببینید میگید که چرا باید این کارو بکنه؟ بله، ما
ممکنه کسی بگه مثلا این کارو نمیکنم، بس دیگه داره که من خودم را جایگاه خدا ببینید به کجا به کدام افق دارم نگاه میکنم. درست. چرا ازدواج نمیکنن؟ چون ازدواج تعهد میاره. باز ازدواج میکنن فرزند نمیارن. چرا میاد؟ سخته. من به خاطر خودشان میدونن که وقتی پای فرزنده، یعنی ببینید من به خاطر اینکه به هر حال نسبت به احساس وظیفه و مسئولیتی میکنم، به تبع گاهی وقتا واجب و بر خودم لازم میدونم که به خاطر افاده کنم. از هم اول میگن اصلا کلا بچه دار نمیشین، احتراز کردن، فرا کردن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک نوع قسم رشد است و رشد همراه با درد، همراه با رنج. دانه گیاه رو شما در زمین میکاری تا زمانی که سر از خاک طبیعتا رشد میکنه، از خاک میاد بیرون، تبدیل به یک برگ سبز میشه، بعد شکوفه میده و بعد میوه میشه. ولی تمام این فرایند رشد همراه با چیه؟ رنج. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اصلا ما انسان رو در رنج آفریدیم. لذا آیا بعضیا کسی بیاد بگه که من فداکاری نمیکنم؟ بله، یعنی این چیزی نیست که همه، بلکه یک فضیلت است. ما داریم بحث میکنیم تجلی کمالات انسانی. پس یعنی کمال رضایی افرادی که مثلا نمیخواین قبول مسئولیت کنن و فکر میکنم دلیلش چیست که نمیخواین که در همون عرصه که کار نمیکنن، در همون عرصه به روش نرسیدن، هدف مشخصی ندارن. افق دیدشان بله، افق دیدشان بسیار مثلا دم دستی و ساده و جور. مثلا البته به معنی نیست که بگیم که قطعا اونها آدمهای بدی هستن، خامزوری نمیشود گفت که اونها شاید از سختی و مشکل زیادتر میترسن، این که نتانن به او فداکاری ها و ایثاری که دارن به واقعیت برسن. البته این نکته تمام وجود مثلا فرزندان کاملا درست جامعه کنن. درست. حالا بعد از میان برنامه بیشتر صحبت میکنیم در زمینه ها. عزیزان همراهی کنین برنامه خودتان را بعد از یک وقفه. باز هم تشکر از همه شما عزیزان که همراه بودین با ما و موضوع تجلی کمالات انسانی در قیام امام حسین موضوع برنامه ما بود و فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی را میخواییم که صحبت کنیم و عینیت‌های او را در قیام امام حسین بازگو کنیم. تا به حال خانم دکتر رضایی که صحبت کردن از فداکاری، گذشت، ایثار و ای که یک انسان به خاطر داشتن یک هدف بسیار بالا و رسیدن به اوج کمالات انسانی هست که میتونه فداکاری داشته باشه و ایثار و از خودگذشتگی کنه. و بیایم اینا را عینیت هایی که در قیام و نهضت امام حسین علیه السلام بوده را بررسی کنیم، چرا که ما بارها گفتیم که قیام امام حسین خود یک الگوی بسیار مهمی است در زندگی برای ما که انشالله بتانیم از این الگو استفاده کنیم در زندگی خود ما و کاربردی باشه برای ما قیام امام حسین. حالا بیا بپردازیم و عینیت های از او و مثال هایی که در قیام امام حسین نسبت به گذشت و فداکاری هست. بله، خب من احساس میکنم که اگر مشخصا به سراغ قیام کربلا و نهضت عاشورا و نهضت حسینی بریم، از شاید بشود از همون اولین حرکت امام حسین، یعنی اصلا از اینکه امام قصد میکنن که از مدینه خارج شن، محل تولد، جای آرام در دسترس، همه حضرت رو میشناسن، همه به حضرت ارادت دارن، همه به حضرت محبت میکنن و خب این طبیعتاً اینه که مثلا آیا یزید خواهد توانست به زور از فرزند از نواده رسول خدا به اصرار و به اجبار و به هر حال بعضی‌ها میگفتن که میتونیم مثلا ببینید اولین حرکت امنیت به عبارتی همو آرامشه. حتی میشود گفت که به هر حال در شهر و زادگاه خودش امام حسین از اون میگذره، اصلا خود حرکت کردن میدونید دیگه، به صلاح داره امام داره به سمتی میره بر اساس آن اتفاقی که افتاده، ظاهر قضیه که کوفیان نامه نوشتن که بیا که اینجا مثلا بهترین حالته، ولی بالاخره همین رنج سفر متحمل شدن به خاطر درخواست دیگران. و این اگه امام در مدینه هم میماندن، جایگاه امامتشون، جایگاه هدایت مردم رو میتونست از همون مدینه هم هدایت بکنن، پیش ببرن. خب از همون ابتدا
به عبارتی قصد حرکت کردن از مدینه و رفتن به سمت کوفه خودش یک فداکاریست. جلوتر از او هر چقدر که پیش میریم توصیه و سفارش و نصیحت دوستان و نزدیکان و برادران و همه که نرو، که مثلا ما احساس میکنیم که ممکن است برای تو خطرناک باشه، پس آگاهی نسبت به این که دیگران هی باز دوباره از نصیحت و از حمایت و از دلسوزی های به اصطلاح دیگران گذشتن و نه، به خاطرش به خاطر یک افق روشن. حضرت میفرمایند دلیلش که امام توضیح میده، میگه که من احساس میکنم که در امت جدم انحراف پیش آمده، هدف من احیای امر معروف و نهی از منکر و اصلاح دین امت جدم است و هدف من ایست که بگم که نباید زیر بار ظلم رفت، نباید ظلم رو پذیرفت و هیهات به نزله. خب اینا از همین ها شروع کنیم، از ابتدای حرکت قدم به قدم جلو رفتن تا رسیدن مثلا به اصطلاح کربلا، بعد آب بستن و همین. ببینید مثلا امام میتوانستن وقتی مقابله با این اتفاق افتاد، وقتی دیدن که با وجود تعداد اندکی هم که دارن، علاوه بر اینکه تعداد اندکی است، تعداد طرف مقابل بسیار زیاده، یک تحریم های قسمی هم وجود داره، تحریم آب، اون هم برای کسی که همراه با اهل و عیال و خانواده و طفل کودک اومده، نه مثلا طرف مقابل یک به عبارتی لشکر نظامی است، آدمایی هستند که به هر حال برای کار تربیت شدن و توان و تحملشون بسیار. همینجا ببینید اینکه خب سختی است، امکان برگشت هم وجود داره، پیغمبر حضرت میتوانن برگردن به سمت مدینه و یک استراتژی دیگری برای مقابله با یزید انتخاب بکنن، ولی اینکه حضرت به این نتیجه میرسن که باید اینجا، یعنی اینجا زمان نیست که باید برای نه فقط برای خودمون، چون برای امام اصل اساسی و حق و حقیقت کاملا واضح و روشنه، امام برای ثابت کردن و روشن کردن مسیر و نشان دادن راه تا قیامت برای دیگران. ببینید الان ما امام حسین رو به عنوان الگو و اسوه شهادت و رشادت و ایثارگری در همه، نه تنها در دین خودمان، بلکه برای همه ملل جهان، برای همه آزاده ها و برای همه کسانی که طالب آزادی هستن. پس یعنی ببینید با وجود همین سختی ها، چون امام افق بسیار بسیار روشنی، نگاه بسیار متعالی داره، از همه مهمتر من یعنی در جایگاه امام امت و در جایگاه به عنوان یک مسلمان، حضرت میفرمایند من دارم میبینم که دین جدم به خطر افتاده، جامعه دچار چی شده؟ انحراف شده. و من وظیفه خودم میدانم که برای برطرف کردن انحراف جامعه، برای روشن کردن مسیر حق، برای اینکه پرده ها رو از جلوی حق و حقیقت، پرده هایی که به هر حال حاکمیت فاسد متاسفانه سوء استفاده کردن از احکام الهی، متاسفانه حاکمان درباری، عالمان درباری و فتواهای آنچنانی، همه اینها پرده هایی شده که داره جلوی حقیقت رو پوشانده و اسلام رو داره به انحراف میکشه. و من به عنوان اگر امام خودش حق و حقیقت رو میدونست، اسلام رو میشناخت، امام در خانه نبوت و امامت بزرگ شده، فلذا حق رو خودش میشناسه، ولی وظیفه خود میداند که حق باید متجلی بشه برای همه دیگه، همه باید بدانن که به عبارتی ظالم کیست و جبهه حق کجاست. جبهه و جالبی که وظیفه و مسئولیتشان به خاطر رضای خدا، به خاطر رضای خداست، در راه رضای خدا و به خاطر احیای قوانین الهی و همون هدف بالایی که شما گفتیم. یکم جلوتر برید ببینید، ما همیشه این رو گفتیم که ما قیام حسینی داریم و حرکت زینبی، یعنی عاشورا و نهضت امام حسین رو در با همه رشادت های ابو عبدالله و یاران اصحابش در روز عاشورا در یک کفه ترازو میذاریم و در یک کفه دیگر ترازو رشادت ها و مظلومیت ها و روشنگری ها و بصیرت افزایی های حضرت زینب است. خودش فداکاری است. ببینید ما داریم که ما در ذکر مصیبت هایمون بارها و بارها خواندیم که هر وقت زبان به گله و شکایت مثلا توسط فرزندان و توسط کودکان هست، مثلا دردانه امام حسین، حالا ما در ذکر مصیبت ها داریم زمانی که گفتگو میکنه با سر پدر، بعد این شکایت که میکنه میگه بابا مثلا بعد من مورد تعرض قرار گرفتم، به من سیلی زدن فلان، و همونجا تکرار میکنه که ولی عمم، یعنی این فداکاری همیشه مراقبمون. ببینید اینکه ما به عنوان یک مثلا حضرت زینب، تجلی فداکاری حضرت زینب به عنوان کسی که وظیفه خودش میدانه اینها امانت‌های الهی‌اند، امام سجاد امام زمان اوست و وظیفه داره که با همه وجود، همچنان که مادر بزرگوارش با همه توانش از کیان امامت و به امارتی حفاظت و صیانت کرد، حضرت زینب هم وظیفه اوست که از امامت و از امام معصوم حاضر حفاظت بکنه به هر قیمتی که شده، حتی اونقدر که از خود احسن در اوج مصیبت ها باز هم میبینیم که حضرت زینب همیشه به عنوان یک سپر مواجه میشه و مقابله میکنه. ما حالا باز داریم که در خود بحث اسرا و شورا میدونیم که خب به هر حال نوعی احترام محسوب میشه ناقه هایی که سایبان دارن و خانم ها در یک جایگاه خاصی قرار میگیرن. حالا متاسفانه حالا اتفاقی که میفته بعد از اسرا و شورا، موقعی سوار کردن اینها تک به تک حضرت زینب دانه به دانه مثلا زنان و اسرا و به عبارتی اهل بیت امام حسین رو دانه به دانه سوار میکنن تا به خود حضرت میرسه، و این میدونید که بس پوشش و حیا و به عبارتی سکینه و وقار و رفتار یک بانو رو هم
نشان میده. بعد اون ببینید اون معصومیت و مظلومیت حضرت زینب که در بسیاری از ذکر مصیبت ها و در مقاتل هم ذکر شده که حضرت نگاه میکنه به اطراف خودش که حالا چه کسی بیاد به من کمک کنه که من میخوام. ببینید اینکه من همه مصائب و مصیبت ها و مشکلات رو با نگاه به اینکه اولا به خاطر کی دارم میکارم میکنم و دوما چرا دارم میکارم میکنم، من این زجری که میکشم به خاطر چیست؟ به خاطر اینه که در راه خدا و به خاطر بر حق نشان دادن مسیر حق. و نکته مهمتر است که ببینید هدفم چیست، من میخوام این کارو بکنم که تهش به چه نتیجه برسه، چه اتفاقی بیفته. من دارم از امام معصوم خودم محافظت میکنم که امام من زنده بماند و باز دیگران از وجود امام محافظت کنه. یک به عبارتی ساده تر جمع‌بندی کنیم خانم مزوری بحث خودمون را، بله به عنوان یک شیعه خب میخوام بهره گیری کنم، میخوام ملگو برداری کنم، چه قسم عیسی را من خب خودم برم مثلا برم جبهه تشکیل بدم مخالفت کنم، علنم قیام انقلاب تشکیل بدم، گروه های کوچک اتفاق بیفته که بر علیه مثلا ظالمان زمان. یک وقتی هست بله، یک مثلا شرایط زمانه و قسمی است که واقعا قیام و انقلاب علنی لازم است. یک وقتی زمانی هم هست که او قیام ها به شکل های مختلف و متفاوت ممکن اتفاق بیفته. یک موردش معمول مثال زدم بس این که من کنترل کنم هیجاناتم رو و تا جایی با وجود زخم ها و درد ها و غم های وجود خودم درست. وقتی به مخاطب عامم میرسم که اون نیاز به امیدواری و انگیزه داره من امید رو بودم. مثال سادهش همه عزیزانی که در حال حاضر با توجه به وضعیتی که خودتان میدونید در مملکت ما وجود داره، محدودیت ها و ممنوعیت ها در مورد مثلا آموزش که بسیار مشکلات روحی روانی برای اقشار مختلف جامعه به خصوص دختران و جوان ما نوجوانان ما که از مکتب محروم شدن و از تحصیل ایثار، یعنی اینکه همون معلمی که در خانه هم نشسته است حداقل کاری که میکنه اینه که وقت بگذاره، زمان بگذاره به هر نوجوان و جوانی که بله رسید از زمان خودش استفاده بکنه، مثلا شروع کنه به عنوان مثال حالا اگر که محدودیت داره که مثلا نمیتونه مثلا کورس برگزار کنه یا هر چیزی دیگری، ولی لااقل مثلا معلم فیزیک درس میداده، جبر درس میداده، هندسه ریاضی، شروع کنه نمو کتاب رو برداره صنف 10 صنف 11 مثلا دفترچه کوچیکی سوالا رو برداره خلاصه نمیشه مثلا دستش میرسه به 3 تا 4 تا دختر صنف 11 12 تشویق کردن، بله. انگیزه دادن، نگران نباشید. اینترنت هم بله اینترنت هم هست استفاده یا اینکه حتی مثلا همین به هر حال برنامه‌ای که توسط شبکه بله. در حادی اتفاق میفته خودش یک ببینید همه عزیزانی که دارن وقت میگذارن زمان میگذارن نه فداکاری، ببینید من از خودم از زمان خودم میگذارم به خاطر اینکه تو استفاده بکنی و تو درست. حالا اگر که حتی ممکنه که بس ایثاری است که صرفه مادی برای خودم نداشته باشه، یعنی برای خودم چیزی بر نگرده. بعد میگن که خب پس برابر این الان مثلا میگن معلمی فداکاری است و ایثارو میگن خب معلم که کار میکنه از این سر پولش میگیره، ولی نکته اینجاست که آیا او پول او در مقابل او اند پول میگیره، آیا زحمتی که میکشه و وقتی که میگذاره آیا واقعا برابری میکنه؟ و ای چه بسا ما آدم هایی که در همین زمان ها و در زمان های گذشته داشتیم که از عمر خودشان، یعنی سرمایه‌ای که هیچ بازگشتی برش نیست و برای یک لحظه عمر آدم هیچ قیمتی نمیشد، یعنی زمان به اصطلاح عمومی تر میگن زمان رو نمیشود خرید. ایثار کردن کار سختی نیست و نباید خیلی به دنبال شکل ها و قالب ها بله بالاترین ایثار اصلا نه نه بالاترین ایثار با توجه به همون سن سال بله در حد خودش احسن استعداد در حد خودش. اول پس این که ببینیم که ما قالب برای قالب برای ایثار قالب تعیین نکنیم، بالاترین ایثار ایثار جان جان است، من دیگه نعمتی بالاتر از اصلا هستی هستی از آن خودم است و او رو در راه خدا میبخشم. ولی اشاره بسیار خوبی کردید مقاطع سنی مختلف. من یک بار شاید قبلا هم گفته باشم که مثلا فرزند خودم از این پرسید که مثلا ماه محرم داشتیم رد میشدیم گفت که مثلا همین یک کلمنای آب ظرفای آب سردی که میگذارن کنارش مثلا بلد. چند تا لیوان برای که پیاله برای که مثلا طرف استفاده کنه و گفت کار خوبی، گفت ما خیلی کار خوبیه ما داری که آدم در همین اندازه که میتونیم مثلا اینکه ظرفی داره مثلا کلمنی داره او رو از خانه بلد. بیاره بگذاره بگیر اگر چه خودم نیاز داره دستت برمیاد ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از اون کس تو نیاید هیچ کار ان شاء الله که خدا بهمون توفیق بده. سپاسگزار از خانم رضایی عزیز و همه شما عزیزان بیننده که همراه ما بودین. انشالله که انسانهای فداکاری باشیم در زندگی و به اوج کمال انسانی برسیم. خدا نگهدار همه شما عزیزان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.